به نام خدا. داستان جانشین پادشاه. روزی روزگاری در شهری بزرگ قصر زیبایی بود. در آن قصر پادشاه ثروتمندی با تنها دخترش زندگی می کرد. پادشاه که داشت روز به روز پیرتر می شد نگران ثروتش بود. می ترسید تاج و تختش به دست انسان بی‌عرضه‌ای برسد. از طرفی دخترش هم به خاطر ثروت فراوانی که داشتند خواستگاران بسیاری داشت. وزیر او هم برای رسیدن به تاج و تخت خیلی تلاش می کرد. پادشاه قصد داشت جانشین دانا و زیرکی برای خود انتخاب کند. مانده بود که در میان این همه خواستگار چه کاری باید کند. تا اینکه روزی با دختر باهوش خود مشورت کرد. آنها نقشه خوبی کشیدند. پادشاه وزیرش را خواند و گفت: امروز زبان دخترم گرفته و نمیتواند صحبت کند. من خیلی ناراحتم. به جاش چیان دربار بگو در ساعت شهر جار بزنند و حکیم خوبی به قصر بیاورند. وزیر دستور را اجرا کرد. اطبا یکی یکی برای درمان دختر پادشاه به قصر آمدند. هرچی کردند دختر شاه نتوانست صحبت کند. البته طبق نقشه قرار بود دختر تا جایی که میتواند سکوت کند و هر کس بتواند سکوت او را بشکند همان جانشین و داماد شاه خواهد شد. ماجرای سکوت دختر شاه در تمام شهر پیچید. دهکده های اطراف هم از این موضوع باخبر شدند. همه از درمان مرض دختر شاه عاجز ماندند. مدتی گذشت تا اینکه روزی به شاه خبر آوردند که جوانی روستایی برای درمان دختر شما آمده و اجازه ورود می‌خواهد. همه درباریان شروع به خندیدن کردند. شاه گفت راه را برایش باز کنید. جوان وارد شد و با قاطعیت گفت: من دختر شما را درمان خواهم کرد. خلاصه شاه و وزیر و مرد جوان وارد اتاق دختر شاه شدند. جوان به دختر گفت که باید با دقت به حرفای من گوش کنی و شروع به تعریف داستانش کرد. در یک شب سرد زمستانی کشاورزی به خانهش برمی گشت که فانوسی در دست داشت. پیر مردی به او رسید و گفت: خدا عمرت را زیاد کند. من پیر و ناتوانم. فانوست را به من بده تا بتوانم راهم را پیدا کنم. فردا صبح که هوا روشن شد بیا و فانوست را بگیر. کشاورز که دلش به حال روز سوخته بود فانوس را داد. فردای آن روز به خانه پیر مرد رفت تا امانت خود را پس بگیرد. پیرمرد تا با کشاورز روبرو شد گفت: از من چه میخواهی؟ کشاورز با تعجب گفت: معلوم است فانوسم را میخواهم. پیرمرد گفت: فانوس مال من است. کشاورز بیچاره هم هرچه سعی کرد نمیتوانست او را قانع کند که فانوس مال خودش است. مردم جمع شدند و آنها را نزد قاضی بردند. قاضی رو به پیرمرد گفت: فانوس مال چه کسی است؟ پیرمرد جسور گفت: معلوم است مال من. سپس قاضی رو به کشاورز همین سوال را پرسید. کشاورز هم گفت: فانوس مال من است و پیرمرد دروغ میگوید. قاضی گفت: من دلیلی نمیبینم که پیرمرد دروغ بگوید، پس فانوس مال اوست. در همین لحظه دختر شاه که داستان را با دقت گوش کرده بود و می دانست فانوس متعلق به چه کسی است، فوراً لب گشود و گفت: این بی‌انصافی است. فانوس که مال پیرمرد نبود. جوان لبخندی زد و رو به پادشاه گفت: دختر شما سخن گفت و من توانستم او را درمان کنم. پادشاه هم از این قضیه خیلی خوشحال شد و به وعده خود عمل کرد. وزیر هم فهمید که هر کس لیاقت رسیدن به پادشاهی را ندارد. ممنون که تا پایان این داستان با من همراه بودید. لطفاً برای حمایت کانال رو سابسکرایب کنید. با تشکر.